الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دوستان أزيزو و أرجمنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در خدمت شما بزرگواران هستم پرسش شما عزیزان که الله جا پاسخ مختصری ارائه خواهم داد سلام جناب مولانا اگر شب رمضان رابطه داشته داشتیم و فردا نتوانیم بریم حمام و در حالت جنابت روزه بگیریم قبول میشه این سوالات رمضانی که همشون در این مورد است خدمت شما عرض بکنم که لازم نیست که حتما قبل از فجر غسل بکنید اگر بنا به دلایلی نتوانستید قبل از فجر غسل بکنید بعد از اذان و بعد از سحری خوردن غسل کردید روزتون درسته و هیچ گونه اشکال و ممانعت شری وجود ندارد زکات مال را چطوری پرداخت کنیم زکات مال رو یعنی اگر اموالی که زکات هست مثلا پول نقد زکات داره طلا زکات داره نقره زکات داره محصولات کشاورزی که به صورت خشکبار هستند و میشه که اونها رو ذخیره کرد اونها زکات داره و گاو و گوسفند و شطور زکات داره اموال تجارت زکات داره اینا مواردی هست که زکات داره وقتی که به نصاب رسید باید زکاتشون رو پرداخت بکنید و زکات پول و طلا و نقره این دو نیم درصد هست وقتی که به مقدار نصاب رسید یعنی معادل بود با قیمت 85 گرم طلای 24 ایار و یک سال کامل بران گذشته بود از تاریخی که در اختیار شما آمده در این صورت زکات بران واجب حس و زکاتش دونیم درصد هست در برابر وسوسه های شیطان چه باید کرد؟ در برابر وساویس وقتی که خود ما فهمیدیم و میدانیم که این وساوس هست خب وساویس از جانب شیطان الله متعال هست و اولین کاری که ما میکنیم هنگامی که وسوسه در قلب ما ایجاد بشود این است که پناه ببریم به الله متعال و اگر که چیزی به ذهن ما آمده خاطره ای فکری که بسیار نادرست است، سعی بکنیم که اون فکر رو یعنی با این که ما ذهن خودمون رو برگردونیم به طرف آیات قرآن احادیث پیانبر واقعیت هایی که در واقع وجود داره عبادات و طاعت هایی که وجود داره پرامین، الله متعال اون مواردی را که گناه هست و اون از ذهن خودمان دور بکنیم اما به صورت کلی اگر در ذهن انسان وسوسه‌ای اومد خاطره به صلاح شیطانی اومد افکار سوی اومد تا زمانی که اینها تبدیل به گفتار نشده تبدیل به کردار و عمل نشده باشد از نظر شرعی گناهی برگردن انسان نیست خلط گلو باعث میشه روزه باطل بشه نه خلط گلو باطل کننده روزه نیست اگر کسی خودکشی کنه و بعد بفهمیم که براش دعای مرگ نوشتن حکم این فرد چیست اگر کسی سبب بشه که یک فردی خودکشی بکنه الان به, به طریق، سحری باشه جادویی باشه یا اینکه اون رو مجبور کرده به باشه به این کار خب طبعا اونم گناهکار هست گناه قتل برگردن اون هست و در روز قیامت حتما الله او رو مجازات خواهد کرد حکم کسی که شوهرش را دوست نداره چیه گناه میکنه ببینید در مورد روابط زناشویی انسان نباید یعنی بحث رو روی دوست داشتن و دوست نداشتن بگذارد و بلفرض این که دوستش هم نداشته باشد اما مسالهی دارید که شما باید, باید با همدیگر دیگر زندگی بکنید هم دیگر رو تحمل بکنید شاید که زن یا شوهر مثلا اون زن یا شوهر ایدئالی نباشد که شما در خواب و رویاه های خودتون دیدید اما همین که در واقع قابل تحمل هست میتونید با اون زندگی بکنید همین مقدار برای خوشبختی شما کفایت میکند و این که الله متعال یعنی این شوهر را یا این زن را قسمت شما کرد در واقع سعی بکنید که با آن سازگاری بکنید و بهتر از این است که در واقع شوهری یا زنی گیرتون نمیآمد و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند هیچ مردی نباید که از زن خودش دلگیر باشد و اگر که یکی از رفتارها و هایش را نپسندد خصلت دیگر را میپسندد برای مرد هم این گونه هست هیچ انسانی شر محض نیست یا هیچ زنی یا مردی شر محض نیست حتما یک خوبی هایی هم در واقع دارند وقتی که تقدیر شما رو کنار هم نشانده عقد کردی زندگی کردی زندگیتون به هم گره خورده بچه دارید سعی بکنید که هم دیگر رو در واقع بفهمید و آخلانه و واقع با واقعیت نگری در واقع زندگی بکنیم. اگه داخل ماه روزه نماز نخونیم چه کاره؟ خب یعنی گناهش بیشتر هست. گن ترک نماز خودش جز گناهان کبیره هست وقتی که در زمان مقدس و بافضیلتی یا در مکان بافضیلتی انسان عبادت شرعی رو ترک می کند یا گناهی رو انجام میدهد گناهش در واقع تر هست. صدقه فطر امسال چقدر هست؟ در مناطق مختلف یعنی مثلا نرخ مختلفی داره با توجه به قوت و غذای غالب مردم در جاهایی که مثلا مردم بیشتر نان میخورند و غذای اصلیشون نان هست و از گندم هست در واقع در اونجا تقریبا حدود هفتاد هزار تومن هست یعنی حدود دو کیلو هفتصد گرم یا سی کیلو گرم گندم قیمتش چی اندازه هست به همون قیمت و همون مقدار شما میتونید پرداخت بکنید یا اینکه از مثلا برنج پرداخت بکنید سی قیمت سی کیلو گرم برنج رو هرچی بیشتر شما بدهید این رو بهتر هستن این است که با گندم حساب بکنید که همون 60 تومن می شود. آیا با جوراب نماز خواندن جایز است؟ بله جایز است. هیچ اشکالی نداره. با جوراب نماز خواندن جایز هست اما منظورتون این است که بدون جوراب نماز بخوانین برای زنها بله اگر زنها بدون جوراب هم نماز بخونند از نظر شرعی نمازشون درسته. یعنی خانم هایی که پشت پاشون در هنگام نماز خواندن به صلاح پوشیده نباشه نمازشون درسته و روایتی که در این زمین آمده که حتما باید پا پوشیده باشد روایتی است که از نظر سندی روش بحث هست آیا برای زکات یا صدقه میشه داد به مسجد کمک کرد؟ نه، صدقه بسلا یعنی صدقه فطر یا زکات رو نمیشه به مسجد کمک کرد. از پولهای دیگرتون یعنی صدقه های عادیتون وقتی شما یک چیز رو میدید برای صدقه برای مسجد جایز هست. اما زکات یا صدقه فطر نباشد. زکات و صدقه فطر حتما حق فقرا و مساکین هست که باید به این در این قسمت باید هزینه بشه. آیا ترید کردن طلا با دلار حلال هست؟ ما مفات خوبی از ترید داریم لطفا واضح سازید ببینید خود معامله ارزی معاملات ارزی از نظر شرعی حتما باید یک ارز مشخصی باشد حتما باید یک ارز مشخصی باشد بسیار از این معاملات به ای هست که شما در واقع چیزی رو ندارید یک چیزی رو خریدید اما چیزی به شما تحویل نمیدهند شما چیزی رو قبض نکردید صرفا یک مثلا کودی هست که به شما در واقع داده میشه شما ارزی رو تحویل نگرفتید ارزی رو مثلا نمیدید و جنسی هم در این وسط رد و بدل نمیشود و مسئله دیگری که در این زمینه در معاملات به ارزی باید مد نظر قرار بگیرد این است که حتما این معامله باید نقد باشد معاملات ارزی به صورت نسیه جایز نیست هم باید نقد باشد دست به دست در واقع شما این رو اه اه یعنی اه اه به صورت تحویل بدید و هم این که عملا ارزی وجود داشته باشد این باشه یک وهم باشد یک نمیدانم یک کد و سریال باشد شما بر اساس اون با هم دیگر معامله میکنید و این در صورتی که ارزی وجود نداشته باشد این در واقع یک معامله شبیه به قمار و میسر هست که از نظر شرعی اشکال داره من ناخون کاشتم ولی روزه میگیرم آیا روزه هم قبوله روزه قبوله کسی که ناخون کاشته روزش قبوله اما نماز و بسلا وزویتان و نماز و قصرتان از نظر شرعی صحیح نیست باید یعنی به تمام قسمت های دست و خود مثلا ناخون باید آب برسد در هنگام وزو و غسل چند بار سوال کردم جواب ندادید زن باردار میتونه روزه بگیره من چند بار سوال کردید من ده ها بار اینو جواب دادم بله میتونه روزه بگیره زن باردار اگر توانایی روزه گرفتن را دارد عملا میتواند که خودش روزه بگیرد و ضرری برای خودش یا برای جنین نداشته باشد از نظر شریع روزش درست است اما اگر برای خودتون ضرر داره فرض کنیم ویار خیلی شدیدی دارید در روز مثلا چندین به دفعات استفراغ کردید و نهایتا ضعف میکنید یا برای جنینتان ضرری داشته باشد از نظر شهری جایز هست شما میتوانید که فعلا روزه نگیرید و روزه رو مکول بکنید برای بعد از رمضان اگر مردی خودش متن سیغه رو بخونه و زن سه بار قبول, قبول... قبول رو بگه قبوله و محرم میشن خب مگر اونایی که زنا میکنن اونا غیر از این کاری دیگری میکنن اونایی هم که زیان زنا میکنند با هم دیگر توافق میکنند توافق میکنند اول نرخ مشخص مشخص میکنند زن میگه به طور مثال نمیدونم که فلان مبلغ رو باید به من بدید نمیدونم مسائل دیگری که در این زمینه هست هر دوتا راضی هستند هر دوتا به صلاح توافق کردن در روی این که به مبلغ مشخصی داده بشه خب این دقیقا همون چیزی هست که در زنا صورت میگیره وقتی که یک فردی مرد و زنی به خلوت بروند و بگویند که من و تو محرم شدیم و زن و شوهر شدیم و نمیدونم می میخونیم و قبول بکنن نه با این ازدواج صورت نمیگیره ازدواج شرعی تنها ازدواجی که در اسلام جایز هست اینه که با اجازه ولی و در حضور, و در حضور دو نفر شاهد ایجاب و قبول صورت بگیرد دختر و پسر بپذیرند در حضور دو تا شاهد و با حضور ولی این می شود عقد شهری غیر از این ما عقدی که موجب بشه که زن و مرد بر هم دیگر حلال بشن محرم بشن غیر از این عقد عقد دیگری در اسلام وجود ندارن چرا بعضی میگند کاشت مجه مشکلی نداره خب اصل بر این است که تمام قسمت های بدن این جاهایی که در وضو باید شسته بشه در بسلا غسل باید شسته بشه حتما باید به اون قسمت ها آب رسیده باشه حتی اگر قسمت خیلی کمی هم خشک مانده باشه چه عمدن چه فراموشی از نظر شریع چون این وزوی درست نیست وقتی که روی مجه ها در واقع چسب زده می شود این قسمتی که جز چهره هست باید شسته بشوند عملا آب به اون نمی‌رسد و به این خاطر درست نیست حالا اگر کسی گفته باشه درسته شاید مثلا به این نقطه توجه نداشتن. من سهری کردم به, رابطه داشتم و هنوز وقت سهری مانده بود این چی میشه یعنی چی سهری کردم به رابطه داشتند اگر منظورتون اینه که رابطه داشتی و در وسط رابطه مثلا از آن گفته شد خب باید که دیگه این عملتون به صلاح ناموفقت آمیز بوده باید این به عمل را پایان بدید و بعد از اون روزه بگیرید اگر عمدن و دیدن کسی بعد از این که به روزه مطمئن شد که از آن گفته فجر دمیده اگر که به عمل رابطه و زناشویی ادامه بدهد روزه اون روزش باطل هست آیا شما هنفی هستید؟ ولی من هم هم هنفی هستم، هم شافعی هستم، هم مالکی هستم و هم همبلی هستم. معنی این که انسان حنفی باشه لازمش این نیست که حتما خودشو مقید بکنه به یک چارچوب خاصی و به هیچ عنوان از این دایره خارج نشود حنفی بودن یعنی پیرو اصول مذهب حنفی پیرو اون چیزی که امام ابو حنیفه امام محمد امام ابو یوسف زفر و بقیه بزرگواران بران عامل بودن و اصل اساسی در این مذهب و مذاهب دیگر این بوده که اولویت در احکام شرعی قرآن هست و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم من هنفی هستم اما به عنوان یک هنفی وقتی که متوجه بشم که در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه به طور مثال فلان مسئله دلیلش قوی تر هست و مناسب تر هست برای فتوا هیچ ابایی ندارم بر اون عمل میکنم و به قول امام شافعی رحمت الله علیه رو در واقع مبنای خودم قرار میدم که مبنای اصلی همون قرآن و سنت پیامبر هست اولین زبان که انسان ها با باهاش حرف می زدن چه زبانی بود؟ والا اینو بعد از همون انسان های اولیه بپرسید که کسی از اونها زنده نیست فعلا. والله اعلم. حکم نماز خواندن با شلوارک چیست؟ اگر که بگونه ای هست که یعنی از ناف تا زانو رو پوشانده در نماز جایز هست، نمازتون قبول هست اما اگر لباس کاملتر و لباس محترمانه تری بپوشید این اولاتر و بهتر هست اما اگر در یک جایی بود محل کارتون بود، سیاد هستید، شلوارک پوشیدید که بسیلا قسمت عورت، عورتتون پوشیده و این گونه نماز خوندید از نظر شهری اشکالی نداره و نمازتون صحیح هست. آیا خوردن آلت تناسلی مرد گناه دارد یا خیر نه گناه ندارد بستگی به سلیقه خود طرفین دارد ممنوعیتی که صراحتا اینو من کرده باشه در احادیث رسول الله صلی الله علیه و چنین ممنوعیتی وارد نشده آیا نقاشی چهره یا مجسمه چهره ساختن گناهه؟ بله نقاشی چهره یا مجسمه چهره ای که واضح و آشکار باشه نه به صورت سایه باشه یا کلی باشه اما اگر واقعا یعنی مشخص باشه چهره کاملا از نظر شهری اشکال داره و رسول الله صلی الله علیه وسلم مزورین رو در واقع وعیدی در باره اونها باعث وارث شده که در روز قیامت الله متعال اونها را عذاب می کند و هر عملی که در مورد آن وعیدی وارد شده باشد از نظر شریع گناه کویره شمرده می شود سلام جناب میشه نماز اهل سنت بگی چند رکت فرض و چند رکت همه وقت لطف کنید نماز اهل سنت و جماعت پنج وقته نماز صبحش دو رکت، فرض نماز ظهرش چهار رکت، نماز اصرش چهار رکت، نماز مغرب سه رکت، نماز عشا چهار رکعت اینها نمازهای فرض هست که حتما در هر حالتی انسان باید این پنج وقت نماز را و این تعداد رکات را بکند غیر از این دوازده رکت نماز سنت داریم دوازده رکت نماز سنت قبلیه و بعدی داریم دو رکت قبل از فرض صبح چهار رکعت قبل از ظهر دو رکعت بعد از ظهر و عصر سنت راتبه ندارد دو رکعت بعد از مغرب و دو رکعت بعد از اشاک که می شوند دوازده رکعت به اضافه نمازهای فرض روزانه و دوازده رکعت نماز سنت اگر همسر کسی پیش از بیش از شش ماه زندانی باشد آیا ازدواج آنها فسق می شود؟ نه به هیچ عنوان ازدواج فسق نمی شود با دور بودن زن و شوهر از همدیگر چه عمدی باشه چه غیر عمدی باشه اتفاقی باشد وقتی که از همدیگر دورند نکاحشون فسق نمیشه مگر در صورتی که خودشون فسق بکنند خودشون طلاق را واقع بکنند بحث دیگر اما خود به خود ولا اینکه سالها از همدیگر دور زندگی بکنن نکاحشون فسق نمی شود. زن و مرد در بهشت با هم هستند اگه طبقه بهشتیشون یکی نباشه چی بله زن و, به زن و مرد در بهشت با هم دیگر خواهند بود و اگر طبقه بسلا... یکی پایین تر باشه عملش کمتر باشه عمل شوهر بالاتر باشه الله متعال زن را ارتقا میده به اون درجه شوهر اگر برعکسش باشه الله متعال شوهر را ارتقا میده به اون درجه بسلا زنش و در روز قیامت الله مطال همه را اهل خانواده رو زن و شوهر رو با هم دیگر جمع میکنه و به هم دیگر خواهند رسید آیا بدون هجاب روسری قرآن بخوانیم؟ اشکالی دارد؟ نه هیچ اشکالی ندارد برای تلاوت قرآن روسری پوشیدن از نظر شرعی لازم نیست هجاب لازم نیست هجاب برای نامحرم است نه وقتی که شما در خونه نشستی با محارم خودتون وقتی قرآن میخونید لازم نیست که روسری داشته باشید درود فراوان بر شما و بر شما هم سلام و درود الله متعال بر شما باشه بگوید آیا برای میت یعنی خواهرم میشه نمازهای فرضی قضایش رو بخوانم میشه یا خیر نه برای میت جایز نیست نماز خواندن نماز خواندن یک عبادتی هست که در آن نیابت نیست شما نمیتونید به جای کسی دیگر نماز بخوانید چه نماز قضایی باشد چه نماز نفلی باشد شما برای مردگانتون دعا بکنید دعا بهتر هست ثوابش از نماز خواندن بیشتر هست میتوانید برایشون دعا بکنید بعد از نماز خودتون بعد از اینکه قرآن تلاوت کردید برایشون صدقه بدید برایشون خیرات بدید برای برایشون عمره برید برایشون حج بکنید این عملی هست که برای میت ثواب داره اما نماز خواندن ثابت نیست اگر روزه فرضی برگردنش بوده قضایی بوده نخ... نگرفته میتوانید روزه برایش بگیرید اما نماز خوندن جایز نیست در زمینه دلیلی وارد نشده رفتن مردم به تبلیغی به مدت سی روز بدعت هست نه بدعت نیست این عبادت جداگانه این نیست که انسان فکر بکنه که حتما باید من برم جماعت تبلیغی برای یک مصلحتی میره برای جماعت تبلیغی یا این میره برای اینکه دین رو یاد بگیره یا خودش دین یاد داره میره برای اینکه در یک جو ایمانی باشه به طور مثال سی روز نمازش به کامل باشه به تکبیرت الاورا برسه یا اینکه دعوت بده این از نظر شهری اشکالی نداره ممنوعیتی در این زمینه وجود نداره و سی روز را خود جماعت تبلیغی هم سی روز را خودشون یک عبادت مستقلی نمیدونه که الا بالله یکی برس حتما باید سی روز بره شما میتونید یک روز هم برید دو روز هم برید سی روز برید کمتر بیشتر رفتید یا برای امور تنظیمی خودشون مثلا سی روز را تعیین کرده باشند این هم از نظر شریع اشکالی نداره جایز هست طلا اگر چهل مثال باشد زکات میفته چون میگن زکات زن خشت خودشه معیار زکات 85 گرم طلای 24 ایار هست اگر طلای شما به ه قیمتش به 85 گرم تلای 24 ایار میرسه از نظر شری بر شما زکات واجب هست اگر خود طلا رو دارید طلایتون اگر 82 به اصطلاح 24 عیار هست یعنی طلای خالص هست باید 85 گرم باشه اگر که خالص نیست به طور مثال 21 مثلا طلای 21 هست که معمولا طلای 21 استفاده میکنن باید 97 گرم باشه اگر طلایتون 18 عیار هست حتما باید 113 گرم باشه اگر کمتر از این باشه یا سالی بران نگذشته باشه از نظر شرعی زکاتی بران تعلق نمیگیره اگر آب منی خودسرانه از بدن در رمضان خارج شود روزه رو میشکند نه روزه رو نمیشکند اگر کسی در خواب احتلام شد آب منی خارج شد از نظر شهری روزش نشکسته روزش درسته غسل بکند روزش درسته مسافت 50 کیلومتر همیشه هم نماز رو قصر رو جمع کرد نه مسافت 50 کیلومتر رو دیگه شما نمیتونید جزء سفر حساب بکنید در عرف هم گفته نمیشه که شما سفر رفتید وقتی که 50 کیلومتر رو رفتید و حداقلش اینه که 80 کیلومتر به بالا باشه فراموش کردن سوره های قرآن که حفظ کردید آیا گناه دارد نه گناهی نداره صرفا این هست که شما از فضیلتش محروم میشوید اگر کسی حفظ کرده بود و الان ناخواسته مثلا حفظش رو از یاد برد و کسی عمدن این کار رو نمی کنه. دوست داره که حافظ قرآن بمونه اما مشغول شد در زندگیش نتونست دورهاش بخونه و این قرآن از یادش رفت از نظر شریع گناهی رو مرتکب نشده صرفا اون فضیلت رو در واقع از دست داده من تازه مسلمان شدم و روز اول که روزه گرفتم و بهم به گفتم که باید جبران کنی چطور جبران بکنم نه لازم نیست که جبران بکنید کسی که تازه مسلمان شده روز اولش است که مسلمان شده خود همین که شما مسلمان شدی مسلمان شدن و توبه کردن به معنی جبران گذشته هست لازم نیست که کار دیگری رو انجام بدهید رسول الله صلی الله علیه وسلم و سلم فرمودند الاسلام یجب ما قبله اسلام گذشته رو ختم میکشه روش گذشته را میپوشاند و خود به خود جبران می شود خود همین که شما الله متعال شما را توفیق توبه داده مسلمان شدید یا از گناهان گذشته تون توبه کردید همین کفایت میکنه لازم نیست که گذشته خودتان را جبران بکنید خود همین توبه کردن و مسلمان شدن جبران گذشته هست از این به بعد سعی بکنید که پایبند احکام شرعی باشید اوقات شهری خودم با اذان کلمه دقیقه سه دقیقه تفاوت دارد اذان مغرب افتار نظر شما چیست سه دقیقه تفاوت زیادی نیست و معمولا اون به تفاوتی که وجود داره در برخی از برنامه هایی و به تقویم هایی که تنظیم کردند چند دقیقه به وقت احتیاطی در نظر می گیرند برنامه هایی که در ایران تنظیم میشه برای سهری و افتار معمولا چند دقیقه وقت احتیاطی رو در نظر میگیرن اما در کشورهای عربی چون این چیزی مرسوم نیست دقیقا سر وقت از آن میدند دقیقا سر وقت از میدند و وقتی به عنوان وقت امساک و وقت در واقع پایان سهر و وقت از آن نداره همون وقت از آن وقت پایان سهر هست اگر قصر قرص قرص مصرف بشه که زن پریود نشود که بتونه روزش رو کامل بگیره آیا گناه دارد نه گناهی ندارد و اگر پریودم هم نشد روزه گرفت روزش درست است اما این قرص ها معمولا ضرر داره شما روزه بسلا قرص نخورید اولاتر و بهتر هست اما اگر کسی قرص خورد و بسلا عادت ماهیانش به تاخیر افتاد از نظر شهری گناهی رو نکرده و روزش درسته اگر کسی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در خوابش ببینه تعبیرش چیست اگر واقعا پیامبر را دیده دقیقا مشخص شده این که بگه من یک انسانی را دیدم بسیار سفید بود و خیلی پوستش سفید بود ریشش خیلی سفید بود گفتن این پیامبر هست نه دروغ این پیامبر نیست اگر خواب دیدید که مثلا یک کسی رو دیدید خیلی قدش بلند بود قدش به آسمان ها می رسید گفتن این پیامبر ای نه که پیامبر رو ندیدید اگر به شما گفتم در خواب دیدید که مثلا یک فردی رو دیدید پیامبر بود خیلی جوان بود ریشش خیلی سیاه بود این بازم پیامبر نیست اگر کسی پیامبر را ببیند و مطابقت داشته باشه آن چیزی که او دیده با اون شمایل پیانبر که در روایات از اون نقل شده در شمایل در کتب شمایل ذکر شده اگر دقیقا اون گونه بوده و اون دیده باشد انشالله که در روز قیامت همون را میبیند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند هر کسی مرا در خواب ببیند یعنی دقیقا به همون کیفیتی که رسول الله در حیات خودشون بودند ببیند فرمودند که این خواب مبارکی هست انشالله در بیداری هم مرا میبیند و فرمودند که شیطان نمیتواند خودش را به شکل من در بیاورد یعنی شمایل دقیق رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون کیفیتی شمایلی که رسول الله از دنیا رفتن شیطان نمیتواند خودش را به اون شکل در بیاورد اما میتونه به یک شکل دیگه در بیاره بگه که من پیامبرم در صورتی که خود اصل کسی که شمایل را خونده میدونه که این شکل و این شمایل شمایل پیامبر نیست اگر واقعا دیده باشید و مطابقت داشته با اون توضیحاتی که در روایات اومده و اون شمایلی که در احادیث اومده ان که خواب مبارکی هست در قیامت هم خواهید دید. آیا جراحی پلک بالا گناه است یا خیر اگر که پلک واقعا افتاده باشه نیاز به جراحی داشته باشه از نظر شرعی هم ممانعتی نداره و جایزی هست آیا با پسری که مجازی آشنا شدی ازدواج بکنی گناه هست نه گناه نیست وقتی که رسما بیاد خواستگاری بکنه و در حضور پدر و مادرتون از شما خواستگاری بکنه در با رضایت پدر شما و حضور دو تا شاهد عقد بسته بشه و ازدواجتون درسته اما معمولا آشنایی عشنای، هایی که از طریق مجازی هست موفقیت و خوشبختی در اینا کمتر هست رو که بسلا هر دو طرف هم دیگر رو در رؤیای خودشون میبینند صادق نیستند و آشناییشون آشنایی حقیقی نیست حتما برای این که بخواهید با یک نفر ازدواج بکنید تحقیق بکنید به شهرش بدوید در اونجا از نزدیک خانواده ها هم دیگر را ببینند بعد از اون تصمیم بگیرید برای ازدواج ازدواجی که بدون شناخت باشه دو طرف رو نمیشناسید هم دیگر رو نمیشناسند خانواده هم دیگر رو نمیشناسند. نمیشناسن فرهنگ و آداب رسومشون متفاوت هست معمولا چون این به ازدواج های موفق... موفقیت هم خیلی کم دارن کسی که روزه بود و شب گناه میکنه آیا روزه فرداش درست هست؟ انسان باید در ماه مبارک رمضان تا جایی که برایش ممکن هست سعی بکنه که از گناه پرهیز بکنه اما بلفرض اگر کسی گناهی انجام داد باید توبه بکند بعد از آن بلا فاصله باید توبه بکند و روزه فرداش انشالله که درست هست آیا ازدواج نکردن گناه هست؟ نه ازدواج نکردن گناه نیست در صورتی گناه هست که یک فردی مطمئن هست که اگر ازدواج نکند به گناه مفتلا می میرود می سراخ زنا و لوات و بقیه موارد اگر ازدواج نکند و عملا هم توانایی ازدواج دارد هیچ مانی برای ازدواجش نیست در این صورت گناه اگر ازدواج نکند یعنی خودش عملا ازدواج را ترک کرده رفته به طرف زنا فرض کنیم این گناهکار هست اما کسی خودش رو میتونه کنترل بکنه نیازی به ازدواج نداره یا خودش ضعف مالی داره یا ضعف جسمانی داره یا نمیتونه به هر دلیلی مثلا ازدواج بکنه واجب نیست که حتما ازدواج بکنه زن می تواند برای زنهای دیگر نماز تراویح بدهد ولی جایز از اشکالی نداره اگر جماعت زنها از در یک جایی در یک جای اجتماعی دارن جمع شدن و خواسته باشند نماز تراویح با هم بخونند اشکالی نداره جایز هست آیا نماز تراویح را همراه با امام مکه به طلاح سبکه تلویزیونی قرآن جایز هست نه جایز نیست اقتدا به امامی که از طریق تلویزیون باشه از نظر شرعی جایز نیست حتما باید وقتی که شما به یک امام اقتدا میکنید شرطش این است که صفا باید به هم چسبیده باشه اگر در میان شما و امام فاصله زیادی باشه بگونه که در وسط شما و امام صفای خالی هست و شما دور هستید چون این اقتدا به امام جایز نیست ماه پنجم بارداری باید روزه بگیرد، بایدی نیست، بستگی به وضعیت خودش دارد. اگر که میتواند روزه بگیرد، ویارش خیلی شدید نیست و برایش ضرری نداره و عملاً میتواند روزه بگیرد، بهتر است که روزه بگیرد. اما اگر ویار خیلی شدیدی داره و خیلی اذیت میشه و خیلی بیحال هست و ضعف میکنه، در این صورت میتونه روزه نگیره و بگذاره برای فردا. چرا پیامبر اسلام اذان نگفت؟ کی گفته از آن نگفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم بارها از آن گفتند. و عملا آموزش دادند به اصحاب خودشون وقتی که به حضرت بلال آموزش دادند وقتی که به ابو محزوره آموزش دادند همین کلمات اذان رو رسول الله صلی الله علیه وسلم تلفظ کردند ازان دادند و بعد از آن ابو محزوره بلال و دیگران ازان رو از پیامبر صلی الله علیه وسلم یاد گرفتند اما در هنگام نماز خب جایگاه امام و جایگاه مقتدی و جایگاه معزن متفاوته وظیفه الان هم که هست در هر مسجدی که شما برید معزن یک کسی دیگر هست از آن میگوید و امام یک کسی دیگر هست امام از آن نمیگوید از آن گفتن وظیفه معزن هست وظیفه امام نیست رسول الله صلی الله علیه وسلم در تمام جاهایی که بوده خودشون امام بودند نیازی به این نبوده که از آن بگویند اما برای آموزش دادن از به دیگران از آن گفتند و ابو به ابو محذوره بلال از آن را به صلاح آموزش دادند و در واقع از آن گفتند بلفرض اینکه اصلا از هم نگفته باشند چی اشکالی در اسلام به وجود میاد چی ارادی بر پیامبر داره عرض کردم که جایگاه معزن جدا هست و از آن وظیفه معزن هست و امامت وظیفه امام هست که خود رسول الله صلی الله علیه وسلم امام بودند در هنگام حمد و قرات خوندن در نماز دقیقا دست زن باید کجا باشد در این زمینه که دست بستن که کجا باشد یعنی جایز هست هر کجا باشد اشکالی نداره برخی از فقها ها گفتن باید روی سینه باشه حتی در مذهب هنفی که برای مردها دستن بستن دست روی روی ناف یا زیر ناف هست برای زنها گفتند که روی سینه باشد این آلاته رو بهتر هست روی سینه بستید هم درسته اگر که زیر سینه روی ناف گرفتید دستاتون به صورت عادی اینم درسته هیچ اشکالی نداره حکم مسواک زدن با خمیر دندان در ماه رمضان چیست؟ جایز هست اشکالی ندارد شکننده روزه نیست. تزریق ژل و بوتاکس حکمش چیست اگر بنابر نیازی باشه بنابر برای رفع عیبی باشه که در بدن ایجاد شده از نظر شرعی اشکالی نداره اما صرفا به خاطر این که خودتون رو مردم قرار بدید و شده تغییر شکل بدید و مدل عوض بکنید این از نظر شرعی تغییر در خلقت الهی است چگونه خودم رو از گناه پاک بکنم و توبه بکنم ببینید دوستان عزیز توبه کردن کار سختی نیست توبه یعنی ندامت توبه یعنی پشیمانی شما در گذاشته کمکاری کردید و بر طاعات پایبند نبودید بر فرایز پایبند نبودید گناهانی رو انجام دادید الان از گذشته خودتون پشیمان هستید آرزو میکنید کاش که این گناه ها رو من انجام ندادم خود همین به معنی توبه هست توبه کردن یعنی این که سه تا شرط اساسی داره شما از گذشته خودتان پشیمان بشوید خب پشیمان هستی وقتی میخوایی توبه بکنید یعنی این که از گذشته خودتون پشیمان هستید خب این که گناه را ترک بکنی. شما که میگی من توبه میکنم یعنی این که عملا گناه را ترک کردید پس بنابراین این شرط دومش هم به جا آمده و شرط سوم این است که از این به بعد دوباره گناه را انجام ندهید از این به بعد دوباره این گناه رو تکرار نکنید اگر این شرایط بود یعنی اینکه شما توبه کردید الله متعال توبه شما رو قبول می‌فرماید و در روایت اومده که الله رسول الله صلی الله علیه و فرمودند که الله متعال به توبه بنده گناهکارش به اندازه‌ی خوشحال می‌شود که شما فرض بفرمایید که یک فردی روی شطور با بار و شطور خودش مثلا در یک بر و بیابان و برهوت و کویر لوتی به صلاح یعنی سفر می رود و در مسیر راه شطورش را گم می کند شتور از دستش فرار می کند با آب و آزوغه در این بیابان بی انتها این طرف و آن طرف می رود اما خبری از شتور نیست نهایتا سرش را روی سنگی می گذارد زیر درختی به امید اینکه که می میرم دیگه هیچ امیدی برای نجات ندارد بعد از این که چشمه ها را باز می کند می بیند که شطورش با بار و آزوغه بالای سرش ایستاده مهارش را میگیرد و از فرط خوشحالی که دست می شود به سلام می گید که پروردگار را تو بنده منی من خدای تو هم زبانش یعنی تغییر می کند از بس خوشحال بوده رسول الله فرمودند که الله متعال از توبه بنده اش بنده گناهکارش وقتی توبه می کند از این انسان هم بیشتر خوشحال می شود و وقتی که انسان توبه می کند الله مطال کل گناهان گذشتهش را میبخشد و معاف می فرماید. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند و من الذنبی که من لا ذنب له گناهکاری که از گناهش توبه کرده توبه صادقانه و خالصانه این فرد مانند کسی هست که اصلا گناهی رو انجام نداده گوی اصلا این گناه را مرتکب نشده باشه بین اندازه الله مطال انسان را میبخشد و شرطش همین سه موردی هست که خدمت شما عرض کردم و از این به بعد سعی بکنید که حتما پایبند نماز و عبادات شرعی باشید کفاره روزه چند تومن است باید در روز بدهیم اساسا یعنی کفاره روزه تومن نیست کفاره روزه غذا هست کفاره روزه کفاره که نه یعنی منظورتون یعنی فدیه هست کفاره برای کسی هست که در روز رمضان با همسرش هم بستری کرده باشه اون کفاره هست کفاره متفاوت هست و این چیزی که فدیه هست یعنی برای کسی که نمیتواند روزه بگیرد این حکمش این است که فدیه بدهد فدیه این است که شما در مقابل هر روزی که نتوانستی روزه بگیرید به یک مسکین غذا بدهید به یک مسکین غذا بدهید به اندازه یک نهاری یا شامی یا فرض کنیم که اگر میخوای پول بدید قیمت تقریبا 1.5 کیلو گرم گندم یا برنج را به هر نفر بدید همین مقدار کفایت میکند آیا رابطه از مقعدی با همسر گناه هست؟ بله رابطه مقعدی از دیدگاه حادیث و از دیدگاه اسلام حرام هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم چون این کسی را نفرین کردن و فرمودند ملعون من اتا امرعتن فی دوباره ها کسی که از راه عقب با همسرش به صلاح هم بستر بشود رسول الله صلی الله علیه وسلم چون این کسی را نفرین کردن و جز گناهان کبیره هست آیا هجامت واسه انسان روزدار گناه هست؟ نه گناه نیست. هجامت در حالت روزه گناه نیست. جایز هست. منطقه اگر که شما اینو موکول بکنید به بعد از اشا و بعد از به این که افتار کردید این اولاتر رو بهتر هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده که ایشان در حالت جنا... روزه هم هجامت کردند روزه تون درست از روزه نمیشکند اما احتمال دارد که ضعف بکنید و مثلا منجر بشه به این که روزه تون بشکند پس اولاتر این است که در حالت روزه هجامت انجام ندهید اگر سرلخ در خانه باشی گناه هست نه چی گناهی داره شما در خونه خودتون هستید قرار هست که اگر در خونه خودتون قرار باشه که راحت نباشید حتما چادر و روسری سرتون بکنید که خب زندگی برای شما سخت میشه حجاب رو الله مطال قرار داده برای بیرون از خونه برای بیرون خانه و برای جایی که شما در معرض دید نامحرم هستید اما در خونه و در محیط خانواده و محارم خودتون به هیچ عنوان لازم نیست که بسلا روسری سرتون باشه و سرتون برهنه باشه دست و پاوتون سر و گردنتون برهنه باشه هیچ گناهی نداره و کاملا جایز هست من از 23 سالگی نماز را شروع کردم الان نمازهایی را که 12 13 سالگی مثلا نخوندم چطوری اونها را نیت بکنم نظر بنده برای نمازهای قضایی که انسان عمدن قضایش کرده نمازهایی که عمدن قضایش کرده این است که لازم نیست شما نمازهای کل عمرتان را قضا بیاورید همین که صادقانه توبه بکنید و از این تاریخ به بعد پایبند نماز فرض باشید همین کفایت می کند. همین کفایت می کند و واجب نیست که تمام نمازهای عمرتان را در واقع قضا بیاورید سعی بکنید از این به بعد پایبند نماز باشید و نمازتون رو ترک نکنید نماز سنت بخونید نماز نفل بیشتری بخونید تا اینکه یک مقدار جبران بشه مدتی رو که شما بدون عبادت گذراندید اما با عنوان یک حکم شرعی واجب نیست که حتما تمام نمازهایی که عمدن تکر... عمدن تکرار میکنم که عمدن ترک کردید لازم نیست رو قضا بیاورید اما اگر خواب افتاده باشید فراموش کرده باشید یک نمازی را از شما فوت شده باشه به محض اینکه یادتون اومد اون نماز رو باید دوباره بخوانید. قبل سهری سهری بخوریم و هنگام سهر فقط برای نماز بیدار بشیم آیا روزه ما درست است؟ بله روزه درسته اشکالی نداره هر پاسی از شب که سهری خوردید از نظر شهری اشکالی نداره جایز هست اما سنت این هست که سهری رو بگذارید برای آخر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که شما زود افتار بخونید و دیر سهری بخورید و فرمودند که امت من تا زمانی که زود افتار می کنند و دیر سحری می کنند این در واقع برخیرند یعنی از افراد و تفرید دور هستند اما اگر شما اشتها نداشتید و مثلا ساعت دوازده یا یک شب مثلا شام خورده بودید وقت سحر هیچ اشتها نداشتید فقط بلند شدید یک لیوان آب خوردید و اونم سحری حساب میشه هیچ گناه و اشکالی برگردن شما نیست و کارتون اشکالی نداری روزتون کاملا صحیح است. شما تنها مولانا سنی هستید که خیلی دوستش دارم چرا تنها باشم الحمدلله علمای اهل سنت زیادند علمای حقگو زیادند علمای به هم علم دارند هم تقوا دارند الحمدلله خدمتگزار مردم هستند همشون به زحمت میکشند برای دین سعی بکنید که از همهشون انشالله استفاده بکنید و تفاوتی نداره این حرفی که من میزنم حرف من نیست حرف دینه حرف قرآن هست حرف حدیث هست هر کسی که این حرف رو زد از علما شما نباید نگاه بکنید که گوینده کیست وقتی که یک چیزی را از قرآن و حدیث برای شما بیان کرد دیگه باید در واقع تسلیم قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم و شما که بنده را دوست دارید بنده هم شما را دوست دارم تمام عزیزانی که اظهار محبت می کنند و اعلام دوستی می کنند. بنده هم دوستدار شما هستم هم در دنیا و هم در آخرت انشاءالله که امیدوارم الله متعال در زیر سایه عرش الهی من و شما را جا بده زیرا که در روایتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که کسانی که دو نفری که به خاطر الله متعال هم دیگر را دوست دارند یا محبتشون محبت الهی هست منفیت مادی و بقیه موارد مطرح نیست صرفا به خاطر الله متعال هم دیگر را دوست دارند اینها در روز قیامت با هم خواهند بود و زیر سایه عرش الهی خواهند بود و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند المرء مع من انسان در روز قیامت با کسی خواهد بود که او را دوست دارد ان الله که این فضایل محبت فی سبیل الله شامل حال همه من و شما باشه کسی که همبستری کرد و صبح غص کند بدون اینکه برای سحری بیدار بشود روزه بگیرد بله ولی اینکه به برای سحری بیدار نشد و در حال جنابت خواب رفت وقتی که بیدار شد از آن صبح گفته شده بود از نظر شهری روزش درسته غسل جنابت را انجام بده و روزش هیچ ندارد قرص جلوگیری بخورم پریود نشم روزه هایم را رو کامل بگیرم نظر من این است که قرص نخورید بگذارید همون طبیعتی را که الله مطال برای شما قرار داده و چند روز را رو که نتونستی روزه بگیرید بعد از رمضان قضایش را بگیرید اما اگر کسی این کار را انجام داد از نظر شهری روزهش درست هست به هر دلیلی خانمی وقتی که عادت ماهیانش به تاخیر بیفته و بتونه که روزه رمضان را رو بگیرد از نظر شهری روزش درسته الان به چه دلیلی به تأخیر افتاده این مهم نیست مهم این است که در زمان از در زمان مثل ماه رمضان در روز رمضان زنی پریود نشده و روزه گرفته الان یا به خاطر قرص بوده یا مثلا داروی گیاهی خورده یا هر موردی دیگر از نظر شهری روزش کاملا صحیح هست اما قرص خوردن معمولا ضرر و زیان داره بهتر است این کار را انجام ندهیم خون دادن و واکسن خون دادن و واکسن تأثیر کردن و سرم و آمپول روزه رو میشکند نه خون دادن اگر که به اصطلاح انسان ضعیف میشه نمیتونید تا بیارید و بدنتون ضعیفه نباید خون بدید که منجر بشه به شکستن به اصطلاح روزتون اما اگر کسی خون داد یا حجامت کرد و به صلاح نیازی به خوردن و آشامیدن نداشت روزش درست اشکالی نداره و همچنین آمپول تزریق آمپول از نظر شرعی ای این شکننده روزه نیست اما تزریق سرم این شکننده هست زیرا که سرم در واقع جایگزین آب و غذا میشه و بدن رو تقویت میکنه و انسان رو از آب و غذا تا مدت طولانی مثلا بی نیاز میکنه کسایی که نمیتوانند بخورند بیاشامند از طریق ورید و به سرم به اونها این مواد مغذی در واقع تزریق میشه جایگزین آب و غذا میشه سرم شکننده روزه هست اما بقیه موارد مثلا آمپول های دیگر یا آزمایش گرفتن برای خون اینا از نظر شهری شکننده روزه نیستن حضرت علی رضی الله تعالی نو سنی بود یا شیعه حضرت علی رضی الله تعالی بنا بنابر تصریح خود علمای شیعه در زمان حکومت خودشون دقیقا همان گونه عمل میکردند که عثمان و عمر و ابو بکر عمل میکردند. هیچ گونه حکمی از احکام شرعی را و روشی را که روش اهل سنت و جماعت بود در زمان ابو بکر و عمر و عثمان بران عمل می که همش برمی گرده طبق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بود حضرت علی رضی الله تعالی و هیچ حکمی را از احکامی که در زمان خلفای سلاسه عمل میشد تغییر ندادند اگر حضرت علی تغییر دادند بیارید برای ما دلیلی که حضرت علی فلان حکم رو تغییر دادند یا حضرت علی نماز تراویح نمی خوندند. یا نماز را مثلا سه وقت می خوندند. یا حضرت علی رضی الله تعالی در زمان خودشون فرموده باشند که مثلا در هنگام وضو شما مثلا پاهای خودتان را مس بکنید نه برعکسش وجود داره حضرت علی رضی الله تعالی در نامه 52 نهج البلاغه سراحتا دستور میدهد که شما پنج وقت نماز بخونید دقیقا همین اوقاتی را که اهل سنت و جماعت نماز میخوانند صدوق در من لا یحضر الفقی صراحتا می, می نویسد که می گوید که خود الله مطال لعنتشون بکنه اونها ازان پیانبر رو تغییر دادن و اشهد ان علی ان ولی الله رو در ازان اضافه کردن در زمان حضرت علی رضی الله تعالی عنه در ازان اشهد ان علی ان ولی الله وجود نداشته نه در زمان علی و نه در قبل در زمان پیانبر همچنین چیزی وجود نداشته این رو مفوضه که یکی از گروه،, گروه, های غالی و افراتی شیعه بودن این از آن در واقع تغییر داده این حرف من نیست حرف شیخ صدوق هست در کتاب من لا یحزن فقیه پس بنابراین حضرت علی رضی الله تعالی عنه اهل سنت و پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. اما کسی که مقلد مراجع شیعه هست و مذهبش مذهب شیعه هست و قناعت داره بر اون خودش میداند و عمل خودش و براش جایز هست که بر اون عمل بکنه اما این که احکام اهل سنت و الجماعت دقیقا اهل سنت و جماعت همون عقیده ای رو دارند و بر همون عمل و روشی هستند که در زمان پیامبر بوده بعد از آن در زمان ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن و حسین و بقیه خلفا تا به امروز اهل سنت و جماعت روششون تغییر نکرده همین روشی هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده سلام و درود شوهرم قسم خورده منو جای دختر و مادر و خواهرش کرده راهی نیست که شوهرم بتونه برگرده پیشم بله راهی هست راهی هست اینکه شوهرت گفته شما رو خواهر و مادر خودش کرده یعنی گفته باشه که تو مثل خواهر و مادر منی مردی به زنش گفته باشه که تو مثل خواهر و مادر من هستی این طلاق نیست این طلاق نیست این زهار هست زهار و حکمش از نظر شرعی اینه که با زهار کردن وقتی که یک مردی به به خانمش میگه که تو به جای خواهر و مادر من هستی و هدفش حرمت هست هدفش احترام نیست هدفش دوستی نیست که من من تو را مثل خواهر و مادرم دوست دارم اشکالی نداره تو برای من عزیزی مثل مادر و خواهرم اشکالی نداره اما اگر گفت که تو برای من مثل مادر و خواهرم حرام هستی این می شود زهار و با این جمله زن و شوهر بر همدیگر حرام می شوند در زمان جاهلیت این جمله معنیش طلاق بود در زمان جاهلیت زهار طلاق شمرده می شود. یعنی اگر یک فردی به خانمش می گفت تو خواهر و مادر من هستی و مثل زهر زهر به معنی پشت هست یعنی مثل این که وجود خواهر و مادر بر من حرام هست تو بر من حرام هستی در زمان جاهلیت طلاقی بود اما در اسلام این حکمش عوض شد و به عنوان زهار هست زهار یعنی حرمت موقتی در میان زن و شوهر ایجاد می شود تا زمانی که کفاره بدهند تا زمانی که شوهر کفاره بدهد کفارش چیست کفارش این است که باید یک غلام آزاد بکنه، یک برده آزاد بکنند برده نداشت باید دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد دو ماه پشت سر هم قبل از این که با هم دیگر هم بستر بشوند باید روزه بگیرد اگر نتوانست روزه بگیرد بعد از آن در مرحله بعدی باید به شست مسکین غذا بدهد به شست مسکین غذا بدهد یعنی شست پرس غذا به شست نفر بدهد یا در مراحل متعددی به طور مثال به ده نفر به بیس نفر مثلا چندین مرحله پرس غذا بدهد به اندازه ای که به شست نفر برسند بعد از این میتونن با دیگه دوباره برگردن بعد از این که کفار داد میتونه زن شوهر دوباره با هم دیگر برگردند و این طلاق حساب نمیشود و از نظر شریف زهار هست طلاق نیست فطریه بر چه کسی بیشتر واجب است؟ آیا میشه به فامیل نزدیک هم فطریه رو بدهیم؟ فطریه بر همه واجب هست. فطریه بر همه یعنی تمام افراد خانواده کوچک و بزرگشون رسول الله صلی الله علیه و فطریه رو لازم کردن و میتونید این رو به خط خیشاوندان خودتون لازم نیست که حتما به یک فرد بیگانه بدید و از نزدیکان خودتون خیشاوندانتون خواهر و برادرای خودتون که نیاز دارند به اونها بدید این ثوابش بیشتر هست هم ثواب صله رحم را دارید و هم ثواب صدقه فطر و زکات را خونه میتونی تنها تراویح بخوانی بله چرا نمیتونی جایز هست کسی نمیتونه بره مسجد یا نمیخواد بره مسجد زن یا مرد میتونه در منزل نماز تراویح بخونه هیچ گونه اشکال و ممانعتی وجود ندارد اگر وضو داشته باشیم و بخوایم نماز بخونیم و بچه‌مون در این حین اجابت مزاج کنه و مجبور بشیم که بشوریمش آیا وضومون باطل هست یا خیر نه وضو باطل نیست اگر خانمی مادری مثلا کودک خودش رو مجبور باشد که بشوید دستش به به طور مثال مدفوع و ادرار کودک آغشته بشود یا اینکه عضو تناسلی به کودک را لمس می کند در هنگام شستن نه این شکننده به وضوع نیست لمس عضو تناسلی در این صورت شکننده روزه شمرده نمی شود و وضوع شما کاملا درست نیازی نیست که دوباره وضوع مجدد بگیرید اگر زن و مرد ازدواج موقت بکنند و تنها مولوی شاهد باشد جایز هست ازدواج مجدد بکنند برای چی؟ اگر بالفرض طلاق داده باشه یک طلاق یا دو طلاق داده باشه و عدتشون گذشته باشه جایز هست که دوباره با هم دیگر ازدواج بکنند اما برای ازدواج حتما باید شاهد باشه تنها مولوی که عقد بخونه اینکه عاقد هست تنها وجود اون کفایت نمیکنه حتما باید دو نفر شاهد و رضایت خانواده و ولی حتما باید باشد تو ماه رمضان بالدار بودم روزه گرفتم و سخت کردم آیا گناه هست؟ <applause> بالدار نه <نم. تصفيق> باردار بودی و گفتند که این به صلاح بر اثر روزه بوده شما گناهکار هستی؟ نه چرا بر اثر روزه باشه و خیلی هستند که در حالت بارداری روزه میگیرند و سخت هم نمی پنند. و بلفرض این کم که که به صلاح علتش هم روزه باشد بلفرض این که علتش روزه باشد که عمدی نبوده ام دینه بوده و برگردن شما گناهی نیست انشالله که الله مطال به شما کودک بهتر و سالمتری تری الله مطال به شما انایت بفرماید در سال نو مبارکی برای یک دیگر چه حکمی دارد؟ جایز هست تبریک گفتن به مناسبت سال نو ممنوعیتی ندارد جایز هست شما بگید که سال نو مبارک باشه حالا یعنی این سال نو سال هجری شمسی باشه یا قمری باشه ممانعتی در این زمین وارد نشده آیا نگاه نکاه کسی که او را مجبور به ازدواج کردن با کسی که او را دوست ندارد جایز هست؟ نه جایز نیست. از نظر من این ازدواج ازدواج باطلی هست. اگر دختری را به زور بدون اینکه رضایت داشته باشه به قول معروف بدون اینکه بله را بگوید به نکاح کسی دیگر در بیاورید این نکاح باطل هست و این دو نفر دارن با همدیگر زنا کنند. شمایی که بچه خودتان را دختر خودتان را دوست دارید شرف و غیرت خودتان را درو دوست دارید این که دختر خودتان را بدون اجازه اش و بدون رضایت اش و قهرن و جبرن به عقد کسی دیگر در بیاورید بدون تعارف عرض می کنم. شما دختر خودتان را مجبور به زنا کردید از نظر شرعی تا زمانی که دختر راضی نباشد عقد بسته نمی شود و این دو نفر با هم دیگر زنا می کنند این رو خانواده ها بفهمند علما این رو تفهیم بکنند مهمترین رکن ازدواج ایجاب و قبول و رضایت دختر و پسر هست وقتی که دختر و پسر هم دیگر رو نمیخواهند به زور ازدواجشان میدهید یعنی اینکه که اونها رو مجبور به زنا کردید هیچ توجیه دیگری ندارد آیا شوهر در موقع دعوا بگوید که اگر که به الله قسم طلاق هستی طلاق هستی طلاق هستی آیا طلاق واقعی می شود؟ نه به اینجوری طلاق واقعی نمی شود حتما باید با دست گل باشه خب وقتی که انسان طلاق میده در واقع در هنگام دعوا طلاق میده با هم دعوا کنند، ناراحت میشن عصبانی میشن طلاق میده هیچ کسی با دست گل همسرش رو طلاق نمیده با خندیدن هم دیگر رو با لبخند طلاق نمیده ناراحت میشن دعوا میکنن در اون وقت شوهر تصمیم میگیره قبلا هم سابقه ذهنی داشته ناراحتی های وجود داشته یک باره از کوره در میره به قول معروف طلاقش میده وقتی گفت تو طلاق هستی طلاق هستی طلاق هستی سه مرتبه طلاق گفت به اتفاق هر چهار مذهب اهل سنت و جماعت طلاق میشه منتها اگر یک فردی واقعا خودش فرد عصبی بوده مشکل اعصاب به طور مثال داره با کوچکترین صورتی مثلا به اندازه عصبانی میشه که به هیچ عنوان در کنترل خودش نیست و از کنترل خارج میشه حرفی رو که میزنه کنترل نداره نمیدونه که چی گفته در حالت عصبانیت اون یک بخش جداگانه هست یک بحث جداگانی هست اما ناراحتی و اینکه صدا بلند بشه و عصبانی در حد عادی بوده این مانع زک... طلاق نیست آیا دست مکیدن به طور عادت روزه را باطل می کند؟ نه مکیدن دست به صورت عادت شکننده روزه نیست آیا بعد از همبستر شدن با همسر حتما باید تا نماز صبح غسل کند اگر فردا صبح غسل کند روزش باطله نه لازم نیست که حتما باید در شب غسل بکنه عملا رسول الله صلی الله علیه و سلم احیانا میشد که فرصت نمیشد برای غسل بعد از اذان غسل میکردند هیچ اشکالی نداره زن شوهر اگر غسلی برگردنشون لازم شد و نتونستند که قبل از اذان فجر مثلا غسل بکنند اشکالی نداره سحری بخورند بعد از اذان غسل بکنند روزشون کاملا صحیح هست در زندگی متحلی اختیار با مرد هست آیا زن می اختیاری داشته باشد؟ خب این طبیعی هست که اخت... این اختیار باید به دست یکی باشه یا نه اختیار زندگی مدیریت خانواده نباید به دست کسی باشه خب این مدیریت خانواده مانند مدیریت یک اداره هست حتما یکی رو باید به عنوان مدیر اداره تعیین بکنیم تا اینکه کارهای اون اداره در واقع سامان بگیرد و انجام بگیرد و اون کسی مدیر هست که در واقع صلاحیتی بیشتری داشته باشه شوهر زندگی رو تأمین کرده رفته خواستگاری مهریه داده خرج و هزینه زندگی رو میدهد مسکن تأمین کرده وظیفه شرعیش هست که باید برای تربیت فرزندان برای خرج و مخارج زن و فرزندان خودش باید سعی و تلاش بکنه زحمت کشیده اون کسی که برای زندگی زحمت کشیده اون بهتر قدر زندگی خودش رو میدونه بهتر قدر زندگیش رو میدونه زن شاید که اصلا بی دلیل مثلا بخواد طلاق بده مهریه رو گرفته کامل اصلا میگه که من زندگی نمی کنم گرفته مثلا در صورتی که طلاق بازن بود اصلا بدون دلیل میگه که من یک دو سه طلاقی به مرد. مردش رو طلاق میداد خب این بیچاره مرد این همه زحمت کشیده ز... مهریه تامین کرده مسکن تامین کرده یک عمری به این زن خرج و مخارج داده و الان زن اینطوری طلاقش بده این که نمیشه در هر صورت طلاق را یا مدیریت خانه را اختیار خانه را باید به یکی باید بسپارند و اون کسی اولاتر هست که زحمتی بیشتری در این زمینه در واقع کشیده که از نظر شرعی و عموما همون مرد هست که و این اختیار را مطال داره به مرد داده روزه و نماز برای زیر پانزده سال اجبار است روزه و نماز و احکام شرعی بعد از سن تکلیف بر انسان واجب می شود بعد از سن تکلیف سن تکلیف این است که انسان به بلوغ برسد انسان وقتی که دختر و پسر به بلوغ رسیدند بعد از بلوغ حتما باید نماز بخونند نماز فرضه نماز بعد از بلوغ فرض است اما اگر کسی به سن بلوغ نرسیده باشد قبل از 15 سال به سن بلوغ نرسید نماز و روزه بر اون فرض نیست بهتر است که بگیرد خانواده ها تشویق بکنند تربیت بکنند که نماز و روزه در واقع به جا بیاورند اما اگر کسی بلفرض انجام نداد گناهی برگردنش نوشته نمی شود بعد از بلوغ یعنی این که علامات بلوغ رو در واقع دید یا اینکه بعد از سن 15 سال در هر صورت نماز روزه و احکام شهری بر انسان واجب هست باید که اینها را بجا بیاورد و اگر بجا نیاورد یعنی اینکه که گناهی رو انجام داده اگر مال پدر از راه حرام به دست آمده باشد میراث برای فرزند جایز هست بله این جزء میراث قرار میگیره فرض مال حرامی رو کسب کرده باشه فرض کنیم که از طریق ربا بوده نمیدونم از یا کار فرض کنیم مواد مخدر بوده به هر صورت از طریق نامشروع این مال جمع کرده باشه بعد از این که پدر وفات بکنه برای فرزندان جایز هست این میراثشونه و برایشون جایز هست که از اون استفاده بکنن این مال خود مال فیزاتی حرام نیست کسبش حرام بوده و الان که به دست فرزندانش میرسد از طریق صحیح به فرزندانش میرسد از راه مشروع به فرزندانش میرسد و برای فرزندان جایز هست که از این مال استفاده بکنند از اون مال در واقع در اختیار خودشون قرار بگیره و در میان خودشون تقسیم بکنند منتها اگر میدانند که مالی که الان پیش پدرشون هست زمینی فرض کنیم پیش پدرشون هست پدرشون وفات کرده و همه افراد خانواده میدانند که این زمین زمین قصبی هست این زمین یا مال غصبی هست پدرشون بدون رضایت و بدون هیچ گونه دلیل و حجتی اینو قهرن مثلا از یک فرد دیگری غصب کرده اینو باید به خانواده به به خود صاحب زمین باید برگردانند وقتی که میدانند که مشخصا این زمین مال مردم هست حرامه و میدونند که پدرشون بدون حق و ناحق اینو تصرف کرده بود بوده برایشون جایز نیست که اینو در اختیار خودشون بگیرن در میان خودشون تقسیم بکنند اما اموال دیگری هست نمیدونند که پدرشون از راه حلال آورده یا از راه حرام بوده اونها رو از نظر شهری جایز هست می توانند که میتونند که در میان خودشون تقسیم بکنند و تملکشون جایز هست من دارم ختم میکنم باید در کدام صوره توقف بکنم هر جا که خواستی توقف بکن هر وقتی خواستی شروع بکن توقفی دیگه نداره وقتی که خواندی ختم کردی دار آخر دوباره از اول شروع بکن در هر جایی که توانستی به هر جا که رسیدی هر جا که فرصت کردی میتونی توقف بکنی در اول هر سونه اگر در سوره یا در وسط سوره مت... توقف کردی موکول کردی به فردا قرائت و تلاوت رو هیچ اشکالی نداره جایز هست ترتیب سوره های کوچک آخر قرآن در نماز چگونه هست؟ ببینید ترتیب قرآن توقیفی نیست ترتیب قرآن توقیفی نیست ترتیب آیات توقیفی هست توقیفی یعنی این که ترتیب آیات از جانب الله و رسول تعیین شده وقتی که آیه نازل می شد رسول الله صلی الله علیه وسلم می که این آیه را در فلان سوره بین فلان و فلان سوره آیه اینو قرار بدهید ترتیب آیات هر سوره و آیات قرآن کریم توقیفی هست یعنی از جانب الله و رسول تعیین شده اما ترتیب سوره ها این گونه نیست ترتیب سوره ها این گونه نیست این اجتهاد صحابه بوده که به این گونه اینو ترتیب دادن و عموما در زمان رسول الله صلی الله علیه و بسیاری از این به صورت دست نوشته های جداگانه ترتیب داده شده بود اما ترتیب نهاییش در زمان حضرت ابوبکر جمعاری شد در زمان عثمان در واقع نهایی شد یک نسخه نهایی که نسخه عثمانی هست پس بنابراین اگر ترتیب سوره ها در نماز مراعات نشد اشکالی ندارد ترتیب سوره ها در نماز مراعات نشد اشکالی ندارد عملا هم رسول الله صلی الله علیه و سلم بنا روایت حذیفه میگد پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم شبی به نماز ایستادم رسول الله ابتدا سوره بخره را شروع کردند من فکر کردم که خب صد آیه میخواند و دوباره به رکوع میارند دیدم که نه ادامه داد گفتم دویست آیه میخواند و به رکوع میرود دیدم که نه هنوز داره قرائت رو طولانی کرد سوره بخره رو تمام کرد بعد از سوره بخره نسا را شروع کرد سوره نسا را خواند و سوره نسا هم تا آخر در یک رکعت خوند و بعد از سوره نسا شروع کرد سوره آل عمران را یعنی این ترتیب رو مراعات نکرد ترتیب ترتیب مراعات نکردن ترتیب در هنگام نماز مراعات نکردن ترتیب سوره ها اشکالی ندارد اما اولاتر و بهترین است که تا جایی که ممکن هست این رو مراعات بکنید اگر کسی خواسته یا نخواسته مراعات نکرد نمازش صحیح هست در ماه رمضان قرآن نخوانیم روزه قبول گناهی ندارد نه گناهی ندارد قرآن خواندن هر کسی به به وقتی که داره سعی بکنه که به قرآن رو ختم بکنه حداقل یک بار در این ماه ختم بکنه قرآن تلاوت هست و یک نوع عبادت هست ماه مبارک رمضان سعی بکنید که عبادتتون تنوع داشته باشه هم نماز و هم روزه و هم زکات و هم صدقه و هم تلاوت قرآن و هم ذکر و تمام این عبادت ها رو در واقع انجام بدهید این حالت ها رو بهتر است اما لازمش نیست که حتما باید قرآن رو ختم بکنید اگر کسی در ماه رمضان تلاوت نکرد روزش صحیح نباشه. باشد چیزی نیست من باردارم و حالت تهوع دارم میشه روزم رو بخورم اگر نمیتونی روزه بگیری و حالت ویار و تهویت خیلی شدیده و به صورتی که بارها مثلا استفراغ میکنی و بعد از اون دیگه توان, توان روزه گرفتن رو نداری اشکالی نداره میتونی که فعلا روزه نگیری و موکول بکنی برای بعد از رمضان و بعد از بارداری ماشاءالله مفتی های زیاد شدن دارن جواب میدن و سوالی برای من باقی نمونده که جوابش بده خب به همین مقدار کفایت میکنیم امشب و سوالات دیگر رو انشالله میگذاریم برای فرصت دیگر تا آن زمان تمام شما عزیزان را به الله متعال میسپارم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته